دیسلوکیت میشه از جای خودش، فشار زیاد و داد میزنه و تب داره میکنه، رو انداخت داخل، تموم شد و رفت. کروکودیل گرفت پارو، ببین چه پار زانو رو نگاه کن، اخ 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 اخ. امروز در مورد یه عجوبه میخوایم برنامه بسازیم به نام ایکوهیسا مینووا، یکی از فایترهای عجیب غریب ژاپنیه، چالش میکنه با هر کی، گنده تر از خودش، کوچیک تر از خودش، قوی تر از خودش، قهرمان تر از خودش. اصلا یه چیز عجیب غریبیه این مینووا، و کشتیگیره، ام ام ای کاره، جوجیتسوش خیلی خوبه، نفس خیلی خوبی داره و از همه مهمتر خیلی باهوشه، خیلی خیلی باهوشه این مینووا ژاپنی. و تو مسابقات رایزین، پراید، گرند پریز، کیبان، همه چی شرکت کرده، صد و خورده ای مبارزه کرده و فایتری که از هیچی نمیترسه، نزدیک 60 خورده ای برد داره، 40 خورده ای باخت داره. اینا رو که خب خورده ای میگیم چون الان ریتایر شده و مسابقه نمیده، اما بعضی وقتا اینا باز مسابقات حرفه‌ای میدن. همین چهره‌ای که داریم مشاهده میکنید، مینووا از کشور ژاپن، با اون شورت قرمز و زانوبندش و اون آرنج بندی که بسته، همیشه تیپش به همین صورت، همین رنگی هم معمولا میپوشید، وارد رینگ میشد و حریفاشو اصولا سابمیشن میکرد. برزیلیان جوجیتسو خیلی خوبی داشت. امروز میخوایم چند تا از مبارزاتشو بزنیم، یعنی کوکتل کل مبارزاتش بغل هم. درخواست کرده بودین از ما این فایتر رو، یکی از فایترهای مورد علاقه منم هست واقعیتش، همین چهره که مشاهده میکنید، مینووا میخواد وارد رینگ بشه و خیلی جالبه که حریفاش حریفای مختلفی بودن. ممکن بود یه حریفش فقط کیک باکسر باشه، یه حریفش کشتیگیر باشه، یه حریفش مثلا بوکسور باشه. جلو هر کس میگیره فشار زیادی میاره، یا زان تسلیم میکنه و حریفش تپ اوت میکنه. مبارزه بعدیشو داریم مشاهده میکنید که حریفش با شمشیر و کلی از مراسم خاصی داره وارد رینگ میشه، بدن آماده هم داره، ماشاءالله خوشبازو. به قول بچهای کشتی، وقتی بچهای بدنساز گنده رو میبینن میگن ماشاءالله بدن. کله حریفش هم اینجا گرفته، دیدین هدبند ژاپنی داشت. فایتری به نام دیو، 42 سالش هم هست، 100 کیلوه، این بار در آکتگان قرار گرفته در مقابل مینووا. مینووا ببینیم چه میکنه با این حریف. مبارزه آغاز میشه، هم دیگر رو میسنجن در وسط آکتگان. حریفش با گارد پایین تری روبروی مینووا قرار گرفته که اگه مینووا خواست زیرگیری کنه موفق نشه. بله، اونجا اجازه نداد که حریفش زیرگیری رو انجام بده. داره نزدیک میشه بهش، دی میخواد ضربات خوب خودش رو بزنه، کیک باکسر خوبیه، برای زیرگیری اقدام میکنه، گردن رو گرفته و باز فرار. این هی دوست داره بخوابه که حریف بیاد روش، چون میپیشه به حریف در خاک مینووا. باز دوباره میخواد برای زیرگیری اقدام کنه که گول میزنه حریف و باهوشه، در برگشت باز برای زیرگیری اقدام کنه که موفق نشد. اینا 1000 کشتی بارم تو ایران ندارن، ولی ببینید چقدر استفاده میکنن از تیک داون کردن و زمین زدن حریف. باز برای زیرگیری اقدام میکنه، دو خمو میگیره، حریفو میاره در خاک. حریفش کشتی خوب بلد نیست، جوجیتسو کمی بلده، در فول گارد گرفته، استک گارد رو آورده بالا، وایساده بالا که ضربه رو بزن. اینجاست که حریفا رو گول میزنه، میاد تر استک گارد، ضربه میخواد بزنه به حریفش. حریفش فکر میکنه که فقط باید صورت رو دفاع کنه، یوهو پارو میگیره، زانو رو میندازه داخل، لگلاکو تکمیل میکنه. این کروکودیل با حریف میچرخه، حریف که به چرخه اونم میچرخه و پارو محکم گرفته. ببینید چه جوری داره فشار میاره مچ پارو میاره پش بالا و پای حریفو نگاه کنید، اصلا داره خارج میشه از اون، دیسلوکیت میشه از جای خودش، فشار زیاد و داد میزنه و تب داره میکنه و داور تموم میکنه مبارزه رو. یه نمه شیطنت و به اصطلاح کرم هم میریزه ها، سرشونه میفته و باعث میشه تب میکنه، پیروز میشه. مبارزه دیگهش با کوین، این فایتری بود که اون فایتر خوبی بود و مربیش این گوشه وایستده، رنزو گریسی، یکی از بزرگترین هاست
در خانواده گریسی جز بهترین همین چهره که داریم میبینید جوجیتسو کارهای تاریخ و استاد جوجیتسو. من به شخص آرزومه که برم مثلا توی کلاس های آقای رنزو گریسی در برزیل شرکت کنم برای جوجیتسو. یکی از بهترین هاست، شاگرد خوبش بوده، گذاشتنش جلوی مینووا. مثلا مینووا خب جوجیتسوش خوبه، بذاریمش جلوی شاگردمونم. هم وایسادش خوبه، هم جوجیتسو هم بالاخره شاگرد رنزو بوده. ببینیم چه اتفاقی میفته. مبارزه آغاز میشه، همون اول کلینش میکنه حریفو، میخواد بیاره در خاک، موفق نمیشه. حریفش میاد روی مینووا قرار میگیره، میخواد بیاد در ماف پوزیشن که این تو چرخشاش خیلی خوب خارج میشه از خود، خارج میشه و میچسبه به رینگ. زانوهایی که داره به حریفش میزنه، حریفش میخواد ازش زیرگیری بکنه، چون زانو میزنی شما زانو رو که بری بالا یهو میتونی بگیری هم طرف که زانو میزنه، و اینجا موفق نمیشه. این زانوی که میزنه حواسو پرت میکنه که حریف همون بگیره. اصولا بعدش هم نمیاد مینووا که حریف بیارتش در خاک، چون تو خاک میپیچه به حریفش. مبارزه ادامه داره پیدا میکنه، حریفش هم اینجا کنترلش کرده و چند تا زانو به زانوش میزنه. داور تشخیص میده که بیارن دوتا فایتر در وسط رینگ ادامه بدن. در وسط رینگ مبارزه ادامه پیدا میکنه، آبلیکیکای خوبی میزنه حریفش. اینجا کلینچش کرده که از فنون کشتی استفاده کنه و میارتش در گوشه رینگ و نگهش میداره. باز ضربای زانو رو میزنه، آنالیزش کردن که اینجوری شکستش بدن، میارن گوشه رینگ، زانوهای پیپی و تا میخواد بگیره کلینچ گوشه رینگ. مبارزه ادامه پیدا میکنه. در ژاپن راندا طولانی، 10 دقیقه است. ببینیم راندا طولانی طول میکشه، الان 7 دقیقه مونده تا راند اول تموم شه. باز داوردارش در گوشه رینگ یخمو گرفته، لای پاش نگه داشته، اونم گردنو میخواست آماده کنه برای گیوتین، ولی قشنگ تیک داونش میکنه حریف و میارتش در خاک. اینجا خب همه میگن دامینیت و حریفش داره میبره، خوبم داره کنترل میکنه. در خاک ببینید ضربه هایی رو به مینووا میزنه، گردنو گرفته که گیوتین اجرا کنه، ولی مینووا باهوشه، چقدر قشنگ خارج میشه از این حریفش و اجازه نمیده که فنی رو اجرا بکنه. ولی همونطور که به حریفش گفتن باید مینووا رو بچسبونی به سکنج رینگ، بچسبونی که نتونی کاری کنه و با زانو و ضربه ها کنترلش بکنه. اینجا میخواد درخکم بکنه که پا رو بهش میده، یخمو گرفته میخواد بتابونه، میاره قشنگ تیک داون میکنه و میاد در ساید کنترل و مانت دیگه بهترین پوزیشن. اینجا حریف رو میتونه کنترل کنه، بیاد بالا ضربه های پیپی بزنه، خوبم گرفتتش مینووا رو. ببین با دست نگه داشته، میاد بالا چند تا ضربه میخواد بزنه که مینووا میچرخه و تو بک سیتینگ حریفش کنترل کرده مینووا رو. مینووا دستا رو گرفته که یه جورایی بتونه کیمورا رو اجرا بکنه و ببینید چقدر قشنگ اینجا اومد تو سوئیچ بچرخه که باز حریفش نذاشت. اینجا آها دیگه میتونیم بگیم کامل میتونه به چرخه، باز اومد تو بک سیتینگ کاری کرد. حریفش خوب پوزیشن رو عوض میکنه و خوب کنترل کرده مینووا رو. مینووا ببین پا رو میخواد باز بکنه، پا رو از همونجا بگیره یا حتی لگ لاک رو بزنه. عاشق فن به پا زدن، یعنی پا به مینووا بدی تموم میکنه. داور تشخیص میده که ایستاده ادامه پیدا کنه. 1:12 به پایان راند اول فرصت هست، گارد دهانش هم میذاره. اصول آمریکایی همه گارد دهانو میذارن، حتی تو کشتی هم میذارن، کشور دیگه بعضی هم میذارن بعضی هم نمیذارن. تو کشتی رو عرض کردم، تو مبارزه دیگه که همه میذارن. باز دوباره همون سیاستی که بهش گفتن، بیارتش گوشه رینگ، میاره در گوشه رینگ. ثانیه هایی به پایان راند اول باقی نمونده. مینووا یک زانو شکمه حریفش میزنه، حریفش نگه داشته و داور وقتی میبینه کاری نمیکنن اصولا میارتشون دوباره در وسط رینگ که مبارزه ادامه پیدا کنه. اینجا راند تموم شده، راند اول تموم شده، مربی ها میان صحبت بکنن. راند اول که تموم شده دیگه راند مربی ها شروع میشه، چون حریف آنالیز کردن، میرن برای اینکه بگن که چه کاری انجام بدی و چه کاری انجام ندی. رنزو گریسی بزرگ نشسته شاگردش رو داره ترین میکنه، یکم هم شبیه مارادونا استایلش صورتش. خب مبارزه در راند دوم آماده ایم که آغاز بشه. روبروی همدیگه قرار گرفتن، با سوت داور مبارزه آغاز میشه در راند دوم. در راند نهایی در ژاپن حریفش همیشه اولی آبلیکیک میزنه، این دیگه فهمیده تا آبلیکو میزنه سری مشتو میزنه، آنالیز کرده، باهوشه، میدونه که طرف بعد از آبلیکیک میخواد کلینچ کنه، همونو بهش مش میزنه. حالا در کلینچ، باز در سکنج
همون چیزی که مربی ها بهشون گفتن که در سکنج نگرش داری، اینجا ببینید مینووا یکم استایلو داره عوض میکنه. دستو گذاشته رو سر، فشار داره بهش میاره، زانو داره بهش میزنه، دیگه فقط وای نمیسته، یه سری کارا رو داره انجام میده. نقش مربی ببینید چقدر مهمه. اینجا شروع میکنه ضربه زدن، ضربه های پای به هوک چپ و راست، حریفو ناک‌اوت میکنه، حریفو ناک‌اوت میکنه اینجا مینووا و تمومش میکنه، تموم میکنه، موفق میشه، پیروز بشه. بعضی دوستان به ما انتقاد میکنن که چرا یهو داد میزنی. دوستان توی گزارش شما تا بار شده فوتبال رو گزارش بکنی که بگن پاس میده به حریف و توی دروازه گل گل میزنه؟ اصولا وقتی که صحنه ای به وجود میاد گل زده میشه، میگن توی دروازه گل. ما مجبوریم تو فایت هم همین جوریه، صحنه های حساس رو داد بزنیم، کاری نمیتونیم انجام بدیم. ولی من سعی میکنم بذاره دورتر بشم از میکروفون برای دوستانی که انتقاد کرده بودن سر این داستان. مبارزه بعدی مینووا رو میخوایم گزارش کنیم براتون که مهمتر از این بحث هاست. راند اول در مقابل حریفش از آمریکا که بسیار حریف گنده تری هم هست، فایتر خوبی هم هست و مینووایی که ببینیم چه میکنه. فایترش اومده برنده بشه و پرچم آمریکا رو بالا ببره، مینووا رو کنترل کنه. مینووا برای زیرگیری اقدام میکنه، دوخمو گرفته بلند میکنه و حریفو میاره در خاک. خوب کنترلش کرده، در فول گارد خوب گرفتهش. از اینجا به بعد مبارزات خیلی خفنی رو می‌بینیم از مینووا. حریفو کنترل میکنه و اصولا مینووا وقتی که چند تا ضربه به صورت میزنه آماده میشه برای اینکه میاد بالا، یه لحظه استگاردو نشون میده، این استگاردو نشون میده، پارو میخواد بندازه داخل. بله پارو میندازه داخل و اون یکی پارو میگیره. لگ لاکش بی‌نظیره، زانو رو که بگیره ببین ول نمیکنه، مچو میندازه داخل دستش و دست خودش هم میکنه داخل اون پای حریف و لاک لاکش میکنه، میبنددش، عین کروکودیل میچرخه، انقدر میچرخه با حریفش که فشار خوب رو بتونه وارد بکنه به مچ پا یا حتی بعضی وقتا به زانو، اینجا به مچ و حتی به لگنش هم فشار میاد حریف. سر ببین چقدر حریفش میخواد داد بزنه، میخواد تمام بکنه، یه ذره دیگه مقاومت کنم، اینجا میگیره محکمتر فشار میده، باز محکمتر. ببین باز دو دست گرفته حریفش، با اون پا میخواد بزنه که نتونه پارو فشار بیاره، مچ پا رو میگیره و باز میچرخونه با قدم، این داد داره میزنه و تپ میکنه. اینجا تموم میشه و پیروز مبارزه مینووا. عجوبه یه برای خودش، عجوبه یه برای خودش. کوهیسا مینووا، همین چهره که مشاهده میکنید در مقابل مثلا در بای خطا رو اصولا هر سازمانی که داره برای خودش کارت زرد میده یه حریفش بزن. اینجا باز برای زیگری میخواد اقدام کنه، اومد یه زانو میزنه که نیاد در زیر، خسته هم کرده مینووا رو. ببین باز میخواد بگیره، زانو میزنه به صورت، خیلی خطرناکه این زانوها، اوورهند رو نشون میده، میدونه که زیر دیگه نمیتونه بگیره، مجبوره بالا بزنه، چند تا بالا بزنه بعد زیر رو بگیره که حریف فرماسش پرت بشه. یادی میاره یه ذره دیگه فشار بیاره میشکنه، زیادتر فشار بیاره. جیمی آمبریز در مقابل مینووا، فایترهایی که الان دارین میبینین، این فایتر فایتر درجه دو حساب میشه، فایتر خوبی نیستن اینا، ولی چلنجر مینووا. به هر حال هر کسی اومده که با مینووا مبارزه کنه و مینووا رو شکست بده، چون میدونم مینووا با چه فنایی استفاده میکنه. اینجا روبروی همدیگه قرار گرفتن، آمبریز در مقابل مینووا. مینووا منم بهش میگن، ولی مینوواست. ایکویسا مینووا، اینو نگاه کنین چقدر اصولی داره در میاره. برای مینووا آماده است که مبارزه آغاز بشه، تشنه مبارزه همون اول شروع میشه. رقص پای حریف رو ببینید، مینووایی که تجربه زیادی داره با افراد مختلف مبارزه کرده، برای زیرگیری اقدام میکنه، بهش گفتن که زیرگیره و حریفش هم متوجه میشه، اجازه زیرگیری نمیکنه و همر پانچ‌های مختلفی که شروع میکنه زدن به مینووا. میاد نیان بیلی رو بذاره که ضربه بزنه که اجازه بهش نمیده مینووا، میره در سایت کنترل و مینووایی که منتظر موقعیتی که اون پیچای معروفش رو بزنه و خارج بشه، کروسیفیکس رو میخواد جمع جور کنه که باز مینووا بهش اجازه نداد، دست و پاشو خوب جمع میکنه. مینووا ببینید داره یواش یواش چرخشاشو شروع میکنه که بچرخه، اینجا بلند میخواد بشه، بله بلند میشه، میخواست یه پشتک بزنه که حریفو بیاره پشت، نداشت حریفش بلند کرد کوبونده سمی، سورپرایز میکنه اینجا مینووا رو و چسبیده به پشت مینووا و ضربات پیاپی رو داره به مینووا میزنه. ببینید به چه شکل
حریفش یکم خستم شده، ضربه‌هاش نمیتونه محکم بزنه. می‌بینید حریف شریف همچین پرنفسی نبوده، ضربه‌هاشو مینوا هم می‌بینه جون نداره، باز دوباره بلند اجازه بهش میده این کارو انجام بده ها، نه که بتونه خارجی، اجازه میده که این زور بزنه. شما بعضی وقتا باید به حریف جو بدی، به حریف جو میدی که حریف نفسش بیشتر ببره. وقتی می‌بینی نفسش بریده، باز جو میدن که نفسو بیشتر ببرونن. و اینجا باز کارت زردی که میگیرن که از قوانین اون سازمان یه حرکتی کردن که پیروی نکردن. حالا میتونه آرنج باشه، میتونه ضربه پشت سر باشه، هر سازمانی من متفاوته، همیشه هم عوض و بدل میکنم. مثلا شما زانو نمیتونی در خاک بزنی به سر حریف در UFC، مثلا در پراید میتونی، متفاوته. یه اوورهند زیبا میزنه به سر حریف، حالا اینجا شروع کرده در وایسد مبارزه کردن، میدونه نفسش هم گرفته، چند تا مشت و رد و بدل کرد با حریفش. دید حریفش خوب تاب آورد، دو دقیقه و 40 ثانیه به پایان راند اول فرصت هست، یه اوورهند دیگه به صورت حریف میزنه. ببین الان حواسشو پرت کرده کلا به بالاتنه که من دارم بوکس میزنم، هوش اینجا میاد. باز یه دونه دیگه لفت هوک که دیگه کلا حریفش پایینو ول کنه، همش داره بالا کار میکنه، چون به حریفش گفتن این زیرگیره، یه زیرو نشون میده، باز نمیره. آنالیزش هم داریم میکنیم همزمان، باز دوباره شروع میکنه لفت اوورهند زدن و همه میخوابه چون حریفش گاردش پایینه، هی فکر میکنه میخواد زیر بگیره. باز دوباره لفت اوورهند چون میدونه حریفش آلرته، ممکنه پایینو بگیره و راند اول به پایان میرسه. و باز صحبت های طلای مربی ها و آنالیز کردنشون، راند دو آماده ایم آغاز بشه. راند دو رو میخوایم براتون گزارش بکنیم. مینووا همین چهره که میبینید، این بار ببینیم چه کاری میخواد انجام بده برای این حریفش. مبارزه همکنون آغاز میشه. روبروی همدیگه قرار گرفتن، همدیگه رو در راند دو دارن میسنجن. باز دوباره نشون میده که میخواد زیرگیری بکنه، باز دوباره همون اوورهند چپو میزنه بهش، یعنی ادامه راند اول میخواد بگه که همون کارو دارم ادامه میدم، راستش هم میزنه، باز دوباره راست و چپ. رفته تو کار بوکس ایستاده که حریفش یواش یواش گاردشو بیاره بالا. ببین باز دوباره رایت اوورهند زد، حریفش هی داره گاردو میره بالا تا حریفش شروع کرد به چند تا ضربه زدن و میچسبوندش به سکنج رینگ. برای زیرگیری میخواد اقدام بکنه، یه خمو گرفته، تبدیل به دو خم میخواد بکنه. بله دو خمو میاره بالا و حریف رو میاره در خاک. مینووا اینجا در خاک هست، به به در مانت پوزیشن. مینووا میچرخه، میدونه که پوزیشن خطرناکی، از پشتش میخواد خارج بشه، حریف اجازه نمیده و سویچ کرد، چرخید، اومد تو بهشتش، اومد تو بهشتش در هفت گارد. حریفو کنترل داره میکنه، چند تا ضربه سه، حالا رفت پشت پارو گرفت. ببین در یک غافلگیری پارو گرفت، پارو گرفت، مچ پارو گرفت، مچو داره فشار میده، میچرخونه، حریفش تپ میکنه، تمام تمام و پیروز این مبارزه میشه. چقدر قشنگ بود این مبارزه که انجام داد. اینجا در مقابل لی قرار گرفته مینووا. چه حریفش گنده بود، چه حریفی، چه ایکری، چه بزرگ و گنده بود. ببینید چه میکنه با حریف بزرگ مسابقه دادن MMA، کار سختیه ها، چون هم زورشون زیاده، هم قدرت ناک‌اوت دارن، همین که بیافتن رود واقعا تکون خوردن سخته. ولی بهشتش زمینه، بهشتش در خاکه و گرپلر خیلی خوبیه. مبارزه آغاز میشه در راند اول. حریفو ببینید چقدر گنده است، دو تا ضربه میزنه به مینووا. مینووا با رقص پا میره عقب، داره نزدیک میکنه. مینووا رو به جلوتر بر زیرگیری اقدام میکنه، حریفو میچسبونه به گوشه آکتگان، چسبیده محکم بتونه بکشه بالا و بله تعادل حریف به این سنگینی رو به هم میزنه مینووا و میارتش در خاک. خاک کنترلش کرده، حریفش با یه فشاری که میاره خارج میشه، پارو گرفته. ببین باز دوباره داره پارو کامل میکنه، پارو بندازه داخل، آها مشه علنا داره نشون میده که چیکار میخوام بکنم، پارو میخواد در بیاره در مات پوزیشن. ضربه های پی پی به سر و صورت حریف، حریف هوک کرده، قلاب کرده و ضربه های پی پی که داره به حریف میزنه. بله ببین چقدر ضربه های محکم داره به سر و صورتش میزنه. اینجا ریر نکت چاک اومد بکنه که حریفش اجازه نداد، اینقدر کله داره طرف، گرفت گردن رو دو دستی گرفت. ببین مدل نمیتونه اینجوری، آها باید کامل قلاب کنه بیاره بالا، دستشو فشار بده محکم و تپ کرد حریفش. چقدر قشنگ حریف های مختلف رو تسلیم میکنه این مینووا. ببینید چقدر گنده تر از خودشه حریفش و
پیروز این مبارزه میشه. مبارزه بعدی مینووا رو مشاهده میکنید با حریف دیگرش که با حریف های درجه دو هم مبارزه میکرد. این حریف مثلا حریف درجه دو شه، ولی خب به هر حال هر حریفی رو باید جدی بگیری، یه مشت دیگه یه جا ولشه بخوره به هر حال کار دستتون میده. دست میدن با هم دیگه و آماده ایم که این مبارزه آغاز بشه. حریفش چقدرتر رو نشون میده بدنش، میبینی قد بلندتر هم داره، ریچ ادوانتج داره، یعنی دست و پاش بلندتره، ممکنه به حریف برسه، زودتر بزنه، تا اومد ضرر بزنه یه اوورهند بهش میزنه برای زیرگیری. حریفش اقدام میکنه، زیرگیری خوبم زیرو گرفته، یه خمو ببینیم تبدیل به دوخم میتونه بکنه که نه، دست و انداخت زیر بغل و اجازه نداد. حریفش بلند میخواست بکنه اسلام بکنه که همونو اجازه نداد، با یه بدلی که زد اومد روی مانف. ببین چقدر قشنگ با یه پشتک یه پایین زد، از جلو پا رو گرفت، پشتک زد از پایین پا رو گرفت، پا که بیاد دستش دیگه تو بهشتشه، پا رو گرفته، این بار داره نیبار بهش میزنه، نیبار رو اومد بزنه، تبدیل میخواد بکنه به هیل هوک. حریفش میدونه که اگه پا رو بگیره کار تمومه، هی میخواد اجازه نده پا رو بگیره، ضربه داره به سر و صورتش میزنه، اونم پا رو گرفته داره کار خودش رو میکنه. آه چرخون تب کرد، تموم شد. خیلی ریلکس، پاشم درد گرفته، ببین پاش درد گرفته. حریفش میاره فشار سنگین وارد میکنه به حریفاش. مبارزه دیگه با حریفی که واقعا یه سر و گردن بلندتره از خودش، کیک باکسر خوبیه، مبارزه آغاز میشه در راند اول. هم دیگر رو دارم میزنه، مینووا با گارد پایین در مقابل کیک باکسر قرار گرفته، گارد پایین، رقص پا و جریف آورده در خاک. ما تیکه تیکه رو می‌بینیم، به علت کپی‌رایت بعضی وقت تیکه تیکه می‌ذاریم. ببین در خاک در استک گارد، ببین چقدر مهمه که استک گارد که میشه پا رو میندازه داخل، جریف بدونه دیگه، مواظب باشه، چند تا صورت نشون میده، یهو منتظر موقعیتی که زانو رو بندازه داخل. حریفش هم میدونه پاره ذره بسته که نتونه بندازه داخل، ولی یهو میزنه به صورت، میدونه گیج میکنه حریفو، ولی پا رو بندازه داخل تمومه. استگاردو گرفته، فعلا پا رو ننداخته داخل، یه پا رو گرفته، ببین پاش اینجا دستش گرفته، ضربه به صورت میزنه که حریفو گیج کنه، پا رو انداخت داخل، تموم شد و رفت. کروکودیل گرفت پا رو، ببین چی پا رو، زانو رو نگاه کن، اخ 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 بکنم رباتش پاره شد، بکنم رباتش پاره شد. دیدید تاکانو یامارو 98 کیلوه. الان ادامه‌شو براتون پخش میکنم، صبر کنید. این تاکانو یاما از کشور چک، از شهر پراگ رفته که اونجا تو ژاپن قول سومو فایترا، سومو رسلرا، کشتیگیرای سومو اینا رو بزنه. مگه میشه یه فرد 98 کیلویی آدم 200 کیلویی بزنه؟ بریم ببینیم چه جوریه. تاکانو یاما در مقابل حریفش یه ضربه محکم، ببینید چه کار میکنه اینجا. فقط وزن پایین، ضربه تو سر و صورت حریف، چقدر چرخشای خفنی میکنه. 98 کیلوه، اصلا بهش نمیاد. ببینید میخواد حریفو بندازه بیرون، یا بعد بندازه بیرون یا بزنه زمین. میتونه این کارو کنه، چقدر قشنگ میتابونه بیرون. نگاه کنید از چکسلواکی 98 کیلو در مقابل هر حریفی قرار بگیره که وزنش هم بالا باشه میزنه. چه صحنه ای، چی گذاشت تو صورت ما. میخوره. همون اول استارتشون خیلی مهمه. این چقدر قشنگ میچرخن. این چرخشاشون خیلی کمک میکنه که نرن بیرون. ثانیه آخر لب خط. دوباره بزنین عقب ببینین اون صحنه رو خودتون، خیلی خفن بود. دوباره تو استارت ضربه محکم، سرشاخ، همونو میتابونستش به بغل، داره پرت میشه بیرون، خب موفق نمیشه بندازه بیرون، به همین جا اومد لنگو بزنه، این بار پرتش میکنه بیرون. یه دونه دیگه مسابقهشو میبینی، اصلا مسابقاتشون عجیب غریبه. ببین چقدر قشنگ پا رو درگیر میکنه، بلند میکنه، یه لنگ قشنگ و میزنه زمین. حریف اینجا خفن‌ترین حالتش این بود، جا خالی میده. اصلا هیچ کاری نکرد، فقط جا خالی داد، پرت شد بیرون حریفش. چون تو استارت اول سرشاخه خیلی مهمه. ببین یا ضربه بعد بزنن، حالا این ضربه ها میتونه حتی سر و صورت هم بزنه. ببین اینجوری میگیرن چون شورتاشون رو کاری بتونن بلند کنن. اگه بلند کنن حریفو میتونن بزنن زمین. 98 کیلو عجیبه، بلند نمیشه. اینجا هم پرت میشه بیرون، ولی واقعا خفنه. من نایده بودم واقعا فایتری مثل این. کشتی خیلی سختیه این کشتی ها، این به هم میچسبن، وزن خب خیلی مهمه، فیزیک دیگه. اینجا بلند میکنه میتونه، این همون چیزی که بهتون گفتم، بلند میکنه میزنه زمین، چه بزنه زمین، چه ناکاوت بشه طرف، چه پرت بشه بیرون، باخته. استارت اول خیلی مهمه، ضربه محکمی، انگار اتوبوس به آدم می‌خوره، انقدر سنگینه اینا.
فنیه، قشنگ فنیه، مارو قشنگ درگیر میکنه، اینجا هم قشنگ حریفو میزنه بیرون. خیلی اصلا جالب بود، این منو یه ذره علاقمند کرد به این سومو. من همیشه فکر میکردم این کشتی خیلی ساده ای باشه، ولی واقعا سخته. نگاه کن چقدر قشنگ پشت حریف میره، حریف سنگین، اجازه نمیده تکون بخوره و بیاد میندازه بیرون حریفو. واه، کمرش ترکید فکر کنم. تماشاگرام همه دور زمین میرن تو سر صورتشون. استایل داورام خیلی جالبه، پارچه‌ای که برده 40 تا عروسی باش میشه گرفت. خب اینجا باز دوباره میچرخن، دایرش انقدر کوچیکه که احتمال داره هر لحظه بندازه بیرون. یه لنگو میزنه، چقدر قشنگ، واقعا سخت. 98 کیلو دوباره سرشاخ استارت، یه ضربه محکم. این ضرباش انقدر محکمه که همون اول ممکنه یکی رو پرت بکنه بیرون. بابا وزن خداییش ببینید، اصلا مقایسه کنید دوتا وزن شده، هم دیگری گرفتن. یکی میگفت چرا شورتاشون اینجوریه؟ خب شورتاشون هر جوری، چقدر قشنگ سوپلس میکنه یه حریفه به این گندگی رو، خیلی قشنگ. شورتاشون اگه هر جوری بود این فشاری که میآورد بلند میکرد همین شکلی میشد. فابریک که الان در آوردن این شکلی بهتره. ببین دستا رو چقدر، حالا ما داریم هم یه ذره فان گزارش میکنیم، ولی چقدر قشنگ داره آدم رو میذاره زمین. 185 کیلو اینه، تو کرگردن میخورم به هم، خیلی فشارشون زیاده، واقعا فنیه. من فهم میکردم فن توش دخیل نیست، ولی انقدر فن داره توش. ببین دستایی که به هم میزنن، دستایی که همو رد میکنن، ضربایی که میزنن پاش رفت بیرون. این هایلایتی از مسابقات این سومو فایتر چک، اهل چکسلواکی. اینجا باز جاخالی بده، ولی خورد زمین دیگه، برد بازی رو. نباید هیچ کس بخوره زمین دوستان، بخوره زمین تمومه. دم خط بلند میکنه، میتونه، چقدر قشنگ و نرم گذاشتش. بدن آماده ای داره، واقعا بدن آماده ای داره. نگاه کن تفاوت وزنا رو، اومد دستو بگیره که به اصطلاح مثل کشتیگیرا دستو بزنه دستشو. خون این کلا رو مقایسه کنی، ماشاءالله بدن. تو باشگاه یکی گندست اینجوری میگن ماشاءالله بدن. خب باز شورتو گرفتن، میره که پاره درگیر میکنه. چقدر قشنگ جداکارا هم این فن خیلی زیاد میزنن، خیلی زیاد میزنن. قشنگ بود. ببینیم یکی چی کار میکنه. دوباره هم سرشاخ میزنن ضربه رو به هم، باز دستو میخواد بگیره، دستو بزنه و موفق میشه. چقدر قشنگ بیرون میزنه. داور رو ببین، تقریبا میشه گفت وزنشون اینه همه، مطمئنم با سبکتر. اما تو سرگردن هم کار میکنن، میندازتش بیرو. ولی واقعا خوب کار میکنه. ببین جلو رقیباش کیان، حالا خیلی ممکنه علاقه نداشته باشن به این کشتی، دوستان این خیلی ساده است، بزن زمین یا پرت کن بیرو. البته که ناکاوت هم میتونن بشن و چک میزنن به هم همون لحظه اول. اینجا چی کار میکنه؟ چی کار سوپلس میتونه بکنه؟ میکنه، چه میکنه؟ خداییش خیلی باحاله، باری کلا آفرین. خیلی فشار روشون زیاده، خیلی فشار روشون زیاده. اوه اوه، اینی که اینقدر استایل گرفته، ببینیم چی کار میکنه. دوباره هم میستن، یه ضربه محکم با دست میزنن به سر صورت هم، میچرخن، چقدر لیز میخورن. نگاه کن چقدر قرب، بابا این فنه دیگه، همش این فنه واقعا. خیلی قشنگ حریفو میچرخونه، میندازه بیرون، از زور حریف استفاده میکنه برای بیرون انداختنش. فنیه، فشاری که میاره فشار رو خالی میکنه، یهو تو این کش و قوسا برنده میشه. اوه اوه، دوتاشون با کله خوردن، دیدی یه تابوندش پایین خورد زمین و مسابقه تموم شد. ممکنه دو ثانیه بکشه، ممکنه هم از یه دقیقه بکشه، ولی واقعا سخت، فشار خیلی زیادی. من واقعا کشتی ندیدم انقدر فشار داشته باشه، چون یه لحظه است که بیاد زمین تمومه. یه بار چکم به هم میزنن، ضربه به هم میزنن، هم دیگر رو هول میدن، میتابونن. همه که جد نزدیک بود که بخوره زمین، گوشه های زمین خیلی بازی حساس میشه. اینو چیکار میکنه؟ خودم هم نیدم واقعا. سرشاخ لیز میخوره، میاد عقب، فشار دیگه. سرشاخ
دستش هم گرفته قشنگ محکم. هنجای هم دیگه رو ببینید، عین کشتی اینجا، چه عین کشتی خودمونه، ولی ببین نباید زیاد بزنه به چسب حریف چون میتونه بزنه زمین حریفو. تو کشتی خودمونم اگه حریفو ببری بیرون یه امتیاز داره، ولی اینجا کلا امتیازش اینه که میبازه طرف دیگه. کشتی خودمون تقریبا کمترین امتیاز رو بره بیرون، بنویسی امتیاز بده. حالا خاک بکنی دو امتیاز میدن. اینجا هر فنی شما بزنی طرف بیاد پایین انگار ده امتیاز کشتی، انگار ضرب فنی شده واقعیت. چقدر قشنگ میچرخه، خسته میکنه حریفو و میبره. میبره. ببین چقدر نفسش گرفت کمتر از یه دقیقه. اول مسابقه جهت زد که میخواد سرشاخ بشه، اومد اون یکی جا خالی بده که اونم حمله محکم نکرد، سرگردن هم کار میکنه، میخواد بندازه بیرون، موفق میشه. بابا واقعا دست زدن داره برای این آدم که اینقدر وزنش فرق میکنه. 98 کیلو. خیلی زیبا کار میکنه باریکلا. به همه محترام میذارن، یه مراسم خاصی هم دارن، یه قهرمان خیلی ویژه هم داره، اونم براتون میذاره تو ژاپن. حالا این جالبیش اینه که اهل چکه اومده تو ژاپن، انقدرم قشنگ داره کشتی میگیره با اینا. پاق سر شاخ، شاخ به شاخ میشن و همون سر چکو میبینی دربر میزنه، دستا کار میکنه، سر و گردن کار میکنه، دران هول میدن، یه چرخش میکنه میتونه پا میزنه. چقدر قشنگ، چقدر قشنگ تو سر و گردن حریف کار میکنه و حریفو میندازه بیرون. آره کلا تشویقش میکنن تو خود ژاپن، پیرمردمو پشت هنگ کرده نگاه کنی. آفرین. اوهو کم کم 200 داره. ببینیم چه اتفاقی میفته. شاخ به شاخ بشه با تریلی، تریلی نصف میشه، میزنه ضربه رو به هم. گردن ببین چجوری گرفته، گردن ببین چجوری گرفته، هول میده این با گردن. آخ بله، فن و بلد بودا، با گردن هول داد حریفو تو سر و گردن هم یه جوری فشار، خیلی فشار قشنگ کار کرد، پرتش کرد بیرون. ماشاءالله بدن، بدن نرمه باریکلا. واقعا یه مکتب خاصی داره برای خودش این سومو رستلرا، کشتیگیرای سومو در ژاپن. تمرینای سختی داره، بیشتر بدناشون هم چربه به خاطر اینکه فیزیک مهمه که شما بتونی پرت کنی بیرون، ولی خب نفسشون مهمه، تمریناشون مهمه. فکر کن شما یه بدن چاق گنده‌ای داری که باید آماده هم باشی. تو همین کانال هم ما گذاشتیم براتون، تو حتی فایترهای یو اف سی روی نلسون مگه نبود؟ ببینید بدن رو ببین، 180 زده، یکی این وره پاشه، یکی اون وره پاشه، یکی هم افتاده روش، یکی که والا سه نفر اون یکی. ماشاءالله بدن همش گرم واقعا. از چکسلواکی بیای تو ژاپن، ژاپونیا رو بزنی، اونم با این بدن. به نظر من واقعا دست زدن داره برای این فایتر. اینم بود برنامه امروزمون. دوستان به نظرم این سبک برنامه ها میتونه مفید باشه، به خاطر اینکه رزمی تو هر رشته یه مکتب خاص خودشو داره. خیلی ها مسخره میکنن این فایترها، تو ایران خیلی ها این کار رو انجام میدن، سومو فایترها، اینایی که هیکل ندارن، اونایی که بدنشون چاقه، ولی واقعا ورزش سختی. یعنی بعید بدونم کشتیگیر عادی هم بتونه جلوی اینا وایسه. فنون خاص خودشو داره، یه بارم هست بخوری زمین تمومه. تو ژاپن قهرمانای خیلی گنده ای هم داره. اگر از این سبک برنامه خوشت اومد برامون کامنت بذار، ما رو لایک کن، سابسکرایبمون کن. اگرم خوشت نمیاد بگو نه فایترهای دیگه رو برامون بذاری، ولی خب هر کدومشون سلیقه خاص خودشو داره. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردین. اینجا ویدیوهای دیگه هم بهتون پیشنهاد میشه، با ما باشید. مرسی.